نخستین تجربه هنریش نقاشی بود و از دانشکده هنرهای زیبا در همین رشته دانش آموخته شد. من هیچ وقت فکر نکردم که میخوام فیلمساز بشم. من تو ذهنم بوده که نقاش بشم. با نقاشی هم شروع کردم ولی نقاش موفقی نبودم، نه در دانشکده نه در بازار آزاد. فعالیت خود در حوزه سینما را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با ساخت تیتراژ فیلم و فیلم کوتاه آغاز کرد و علاوه بر کارگردانی در زمینه فیلم نام نویسی، عکاسی، خوشنویسی، طراحی پوستر و تدوین نیز فعال. عباس کیارستمی متولد سال 1319 تهران، پایه‌گذار سینمایی است که ویژگی آن توجه به طبیعت و انسان است. بالاترین هدف من اینه که اطلاعات تازه‌ای راجع به خودم یا دیگران یا محیطی که زندگی می‌کنم بدم. من فیلمی که اطلاعات تازه‌ای بده رو به نظر من فیلم مناسبی می‌دونم. کیارستمی را در زمره سینماگران نوگرای ایران می‌دانند. سبک مستندگونه، بهره‌گیری از فضای ساده در فیلم‌ها، استفاده از نابازیگران به ویژه کودکان و شاعرانه بودن داستان‌ها از جمله ویژگی‌های سینمای کیارستمی است. چند دفعه دور من تو بیرون بزنید. نگاه کن ببینم. چند دفعه رهران نیست که گه تند و گهی خسته رود. رهران است که آهسته و پیوسته رود. عباس کیارستمی بیش از 40 فیلم سینمایی کوتاه و مستند ساخت. کلوزآپ، طعم گیلاس، باد ما را خواهد برد و کپی برابر اصل از جمله فیلم‌های این فیلمساز است که از آن میان طعم گیلاس سال 1376 برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن. چه توت شیرینی، شیرین بود. اولی را خوردم، دومی را خوردم، سومی را خوردم. یه وقت دیدم هوا داره روشن میشه، آفتاب زده بالای کوه. در نخستین روزهای سال 95 خبر بستری شدن کیارستمی رسانه‌ای شد. این کارگردان سینمای کشورمان پس از طی یک دوره بیماری برای ادامه درمان به فرانسه رفت. عباس کیارستمی شامگاه 14 تیر در پاریس دار فانی را وداع گفت.